حبیبه که مادر 6 کودک خردسال است میگوید که کودکانش به علت نبود غذای مناسب و سردی هوا بیمار هستند. او از نهادهای مددرسان جهانی میخواهد که برایش کمک کنند. سلفه کردن، کلشان مریض شدن، طفلکان کلش بستر شد. دیگه نمی رقم روزگار ما شب به 5 تا نان خشک مایران میمونیم. ما نان خشک چی کنیم؟ طفلکان نان میطلبه و میطلبه ما دادن میتونه. در همین حال ایالات متحده تعهد کرده که 144 میلیون دلار را از بهر جلوگیری از بحران بشری به افغانستان کمک میکند. ما متحد به پشتیبانی از آینده باثبات مردم افغانستان از طریق دیپلماسی، کمک‌های اقتصادی و کمک‌های بشردوستانه هستیم. اما سازمان ملل متحد میگوید که این سازمان با چالش کمبود پول روبرو است و تاکید میکند که برای انتقال پول به افغانستان بر راه حل سیاسی نیاز است. ما باید با هم کار کنیم تا اقتصاد افغانستان دوباره به چرخش بیاید و به مردم کمک کنیم تا زنده بمانند. انتقال پول نقد به افغانستان می تواند بدون نقض قوانین جهانی انجام شود. بعضی تذیراتی که از طرف کشورهای حجاب جهانی وضع شده، اگر در صورتی که اینها رفع تذیرات بکنند و مستقیما با دولت افغانستان تعامل داشته باشند، ما می توانیم وضعیت مدیریت بکنیم. در این میان حکومت میگوید که برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان روی برنامه‌های تازه کار میکنند. حکومت نهایت کوشش کوي چې د ولس مشکلاتو ته لاسرسی وکړي او مشکلات کم کړي، او د دې لپاره مختلفې برنامې تر لاس لاندې دي چې ځینې اوس تطبیق شوي دي، پیل شوي دي او ځینې تر لاس لاندې دي. پیش از این نخست وزیر بریتانیا گفته بود که کشورش کمک های بشردوستانه را به افغان ها افزایش می دهد، ولی به امارت اسلامی چک سفید نخواهد داد.